به نام خدا، به یه قسمت دیگه از گردشی در سیستم عامل خوش اومدید. توی این قسمت من تلاش میکنم که براتون بگم که چجوری برنامه ها تو اندروید اجرا میشه و از منظر سیستم عامل اونو بررسی میکنم. با من همراه باشید. خب این دفعه تو قسمت کانال من چیز عجیب و غریب خاصی نگفتم، جز این که یعنی ندارم که بگم، جز این که بهتون بگم که یه تکنیک جدیدی تو درست کردن اسلاید ها بهش رسیدم که خب حقیقت بلد نبودم و به نظر خودم جذابتر شده. حالا بهم فیدبک بدید که این هایلایت هایی که کردم کمک کرده یا نه. خب در مورد اندروید یکم حرف بزنیم. اندروید اینجوریه که از یه سیستم لایه‌ایه، اول اپ ما قرار گرفته، زیرش اپ فریم ورکمونه که اون چیزیه که ما به عنوان اندروید میشناسیم، بعد لایبرری های سیستمی و محیط اجرا رانتایممونه، بعد هاردویر ابسترکت لیره و بعدم کرنل لینوکس. و به همین دلیل زبانی که استفاده شده زبان جاوا بوده، یعنی گوگل یه روزی تصمیم گرفته که با جاوا این کار رو شروع کنه. البته توسعه دهنده های اندروید این تصمیم رو گرفتن که با جاوا اندروید رو پیش ببرن و گوگل بعدن اون پروژه رو میخره یا میگیره. ساختارم که لایه‌ایه و مبتنی بر لینوکسه و حالا دلیلی که احتمالاً هم جاوا بوده این بوده که جاوا راحت میتونسته روی سیستم عامل‌های مختلف و پلتفرم‌های مختلف کار کنه و اندروید هم یکی از اهداف تولیدش دقیقا همین بوده که رو پلتفرم‌های مختلف بتونه کار کنه. خب بریم قسمت بعدی. برنامه‌های جاوا چجوری اجرا میشن؟ خب ما یه سورس کدی داریم، این سورس کد تبدیل میشه به یه جر فایلی، حالا کلاس به قولی میشه جاوا وایت کد تو کلاس‌ها، که کلاس‌ها با هم دیگه پکیج میشن جر فایل و این جر فایل‌ها نهایتاً میرسه به دست ما که می‌خوایم اجراشون کنیم. وقتی میرسه به دست ما برای اجرا، ما اول جاوا ران تایم داریم یا یاری و جی وی ام داریم، بعد اون جاوا بایت کد رو تبدیل میکنه جی وی ام به اون چیزی که قابل اجراست، اون چیزی که نیتیو میفهمه. به همین خاطر ما جی دی کی و جی آر ای برای سیستم عامل‌های مختلف متفاوت داریم و به همین خاطر اینا رو باید نصب کنیم و بدون داشتن جی آر ای و جی دی کی عملا نمیتونیم نصب کنیم و اجرا کنیم برنامه های جاوامون رو. خب توی اندروید این اتفاق چجوری میفته؟ توی سورس کدهای ما اول تبدیل میشن به یه چیزی به نام دکس که خیلی شبیه جاوا بایت کده، ولی اسمش دلویک اکزیکیوتبله، که حالا ماجرا اینه که اون سازنده اولیه یه چیزی درست کرده بوده به نام دلویک ماشین به جای جاوا ویرچوال ماشین، که یه تفاوتهای اساسی و ماهوی داشته که حالا جلوتر یکم بیشتر میگم با ران تایم جی وی ام، ولی از همون ساختار زبان استفاده کرده که بتونه از یه چیزایی کمک بگیره. و بعدن در وقتی که این اپ میخواسته اجرا بشه، میرفته یارو رو دلویک ویرچوال ماشین یا رو ART اندروید ران تایم یا اندروید ریل تایم ران تایم، حالا دقیق یادم نمیاد، و به صورت نیتیو این اجرا میشده، که حالا جلوتر میگیم که هنگام نصب و یعنی تو اسلاید بعدی میگیم که هنگام نصب چه اتفاقی میفته. ساختار APK اینجوریه که یه سری سورس ها تبدیل میشن به این دکس فایل ها و این دکس فایل ها با ریسورس ها که همون اکس ها و نمیدونم فرما و اینا باشن، و نیتیو کد ها اگه چیزی داشته باشیم، مثلا این چیزی مثل MX Player داره، یه چیزی مثل VLC داره، اونا با همدیگه پکیج میشن، زیپ میشن، میشن APK. توی مرحله نصب اینا آنزیپ میشن و این ریسورس ها و دکس ها ایجاد میشن، ولی وقتی که دلویک ویژوال ماشین داریم یا ART داریم اتفاق متفاوتی میفته. دکس فایل ها اول اپتیمایز میشن وقتی دلویک داریم و اپتیمایز میشن و بعد میرن رو دلویک ویرچوال ماشین به همراه اون ریسورس ها و سایر موارد و لایبرری های سیستمی شروع میکنن به اجرا شدن و به همین خاطر معمولا چیزن دیگه، یعنی اون نصبشون متفاوته. ولی وقتی که دکس میخواد رو آرت اجرا بشه، همون موقع تبدیل میشه به الف. الف مخفف executable فرمته یا یه چنین چیزی، فرمت استاندارد فایل های اجرایی تو لینوکس، و به همین خاطر مستقیم دکس فایل تبدیل میشه به الف و به همین خاطر یه کمی طول میکشه نصب،
و آرتون رو میگیره و با ریسورس ها و لایبرری های سیستمی و چیزهای نیتیوی که ما داشتیم اجرا میکنه. خب حالا این چه مزایا معایبی برامون داره؟ یکی از مزایاش اینه که کاهش زمان استارتاپه، چون توی اونجا یه مفهومی داریم توی دلویک به نام JIT که میاد اپتیمایز میکنه ران تایم که چه فایلای اجرا بشه و چه جوریه، کجاها بیشتر اجرا میشه. به همین خاطر که اون وجود نداره، استارتاپ اپلیکیشن سریع‌تره و عملا تبدیلی نه وجود نداره، تبدیل انجام شده. عمر باتری بهتر شده به این خاطر که ART ساده‌تر از چیزه و یه بار انجام میشه و همیشه اونجا وجود داره. رم کمتری لازم داره چون بازم تبدیل یه بار انجام شده و نیاز به سربار تبدیل بایت کد به نیتیو کد نیست. و گاربیج کالکتور و دیباگ کردن یه جاهایی بهتر شده، چون میتونستیم با دانش بیشتری این تون تبدیل به الفه کارای بکنیم. معایب اینه که زمان نصبمون طولانی شده. همون موقعی که نصب میکنیم باید این تبدیل از دکس فایل به الف فایل اتفاق بیفته. نکته اینه که نکته بعدی هم اینه که اولین بوتمون باز کنده، چون همه اپلیکیشن ها به شکل APK هن و باید این اپتیمیزیشن روشون اتفاق بیفته و این تبدیل اتفاق بیفته. و به ازای هر دفعه ای که ما سیستم عاملمون رو آپدیت میکنیم، اما احتمالا دیدید مینویسه اپتیمایزینگ اپلیکیشنز 1, 2, 3, 4، همینطوری میره و اپتیمایز میکنه. و نکته بعدی اینه که علاوه بر دکس فایل، اینجا ال فایل هم ما ذخیره داریم میکنیم روی فضای ذخیره سازی گوشیمون، پس فضای بیشتری داریم. پس همه ART، همه چیزایی که ART ایجاد میکرد هست نبود، یه چیزایی معایب طوری هم داشت. اگه بخوام جمع‌بندی کنم اینه که اندروید از جاوا استفاده میکنه، البته الان سراغ کاتلین و چیزای دیگه هم رفته، ولی در نهایت کد داره تبدیل میشه به اون چیزی که دکس میفهمه و کاتلین هم عملا با جاوا کامپتیبله. اولا دلویک ماشین بود و بعدا به ART تبدیلش کردن برای پرفورمنس و سایر موارد، و به نظر میرسه که آرت به نسبت بهتره از دلویک ماشین که موندگار شده و هنوزم هست. خیلی ممنون که گوش دادید. حتما ما رو به دوستاتون معرفی کنید، این معرفیه که به ما کمک میکنه. ببخشیدم که من یکم صدام گرفته بود امروز و اونقدی که خودم دوست داشتم نتونستم واضح حرف بزنم. یادتون نره سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید. خدا نگهدارتون.